نگاهی به چند خبر کوتاه. در پی رؤیت هلال ماه صفر نزد بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو امروز دوشنبه هفتم شهریور 1401 اولین روز از ماه صفر 1444 است. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو با صدور اطلاعیه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید اعلام کرد، رؤیت هلال ماه صفر الاحزان نزد معظم الله ثابت گردیده و روز دوشنبه هفتم شهریور 1401 اولین روز از ماه صفر الاحزان 1444 هجری قمری می باشد. احمد خباز کاربر فضای مجازی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توییتر از سختگیری بیش از اندازه سفارت عراق در منامع با شیعیان بحرینی خبر داد. وی در این پست نوشت: سفارت عراق در بحرین با آل خلیفه فرقی ندارد. آنها در ارائه ویزا به عاشقان زیارت اربعین موانع زیادی ایجاد کردند. آیا آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق از این موضوع اطلاع دارد؟ ژاپن از سازمان ملل متحد خواست اصلاحات برای رسیدگی به بی‌عدالتی تاریخی علیه آفریقا را به سرانجام برساند. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد یک کرسی دائم برای آفریقا در شورای امنیت سازمان ملل هستیم. این شورا همکنون 5 عضو دائم و دارای حق وتو، یعنی چین، آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه و نیز 10 عضو غیر دائم دارد. روزنامه انگلیسی تایمز نوشت مهاجرت از تونس به اروپا به رقم بی سابقه رسید و شامل گروه های از جامعه تونس شده که قبلا مجبور به مهاجرت نبودند، مثل یقه سفیدها و فعالان رسانه های اجتماعی و حتی کودکان و دختران. این روزنامه افزود از آغاز سال جاری تا اواسط ماه آگوست حدود 13,000 مهاجر پس از عبور از دریای مدیترانه از تونس به سمت ایتالیا حرکت کردند و از میان آنها 10,000 نفر تونسی بودند. آیت الله العظمی حائری از مراجع تقلید شیعیان عراق از مسئولیت مرجعیت خود کناره‌گیری کرد. آیت الله العظمی سید کاظم حائری اعلام کرد به دلیل بالا رفتن سن و همچنین بیماری به مسئولیت مرجعیت ادامه نمی دهد. معظم الله در بیانیه‌ای که از سوی دفتر ایشان منتشر شد تصریح کردند که یکی از ضروریات انجام این مسئولیت بزرگ سلامت جسمانی و توانایی پیگیری امور است و ایشان توانایی ادامه فعالیت در این منصب را ندارد.